سلام، خیلی خوش اومدید. یک کوکو سیب زمینی میخوایم درست بکنیم تو دوتا مدل. همونطور که دارید میبینید روی میز منو، همه چیز با یه خط، اینطوری خط تقارن رعایت شده. من میخوام تو یک مدل سیب زمینی رو خام استفاده کنم، تو یه مدل سیب زمینی رو پخته استفاده بکنم. برای شروع اولین سیب زمینی رو من میندازم، تمیز شستم، میندازم تو آب که بذاریم بجوشه تا جایی که قشنگ نرم نرم بشه. برای اون یکی مدل کوکو سیب زمینی، من این سیب زمینی خام رو اول پوستش رو میگیرم، به صورت کامل میشورم و خشکش میکنم. اینم پخت کامل، میذارم که خنک بشه قشنگ این شکلی. یه دونه کاسه با یه دونه حالت الک بیارید، یا یه سبد با رنده درشت، این قسمتی که دارید میبینید، سیب زمینی خام رو رنده میکنیم. و تمام. یه دونه قاشق بیارید، قشنگ با پشت قاشق از توی همون الکه اون مقدار آبی که هست ناشی از رنده کردن سیب زمینی اونو بگیرید. کافیشه. میریزم توی کاسه، کاسه شماره 1، و سیب زمینی که پخته رو پوست میگیریم، با رنده‌ای که پوره کنه یکم ریزتره اونو رندش میکنیم. عجیب داغه، یه تیکه سنگ میمونه، سنگ داغ. بس کنم صورت هم داره نرم میشه، انقدر بخار داره میخوره توش. کدومش انتخاب شماست؟ این خامه یا این؟ آخر فیلمم بافتش رو بهتون نشون میدم که باز بتونید حداقل یه انتخاب بهتری داشته باشید. و تمام. دو تا سیب زمینی رو نها کنید. یه سیب زمینی خام رنده بزرگ داریم، یه سیب زمینی پخته رنده کوچیک تقریبا پوره شده داریم. ادویه‌ای که دارید میبینید، هر چیزی که میخوایم بزنیم توش یکسان باشه که فقط بتونیم بافتش رو با هم مقایسه کنیم. ادویه‌ای که داریم اینجا پودر سیر، فلفل قرمز تون، فلفل سیاه، یه کوچولو زردچوبه و نمک. دوتاشو میریزم تو هر دوتا کاسه، قشنگ خوب مخلوطش کنید تا یه دست بشه، و بعد تخم مرغا و بعد دیگه روی گاز. اگه دلتون خواست میتونید توی هر کدوم از اینا از سبزی هم استفاده کنید، مثلا سبزی چه تازه چه خشک، انواعش رو. یک بار این کار رو با ترخون امتحان بکنید، خیلی جالب میشه. یکی از نکته هایی که توی درست کردن کوکو خیلی مهمه تعداد تخم مرغ. من پیشنهاد میکنم اول تخم مرغ رو به صورت دونه دونه بزنید، هم بزنید، مخلوط بکنید، اگر نیاز بود تخم مرغ بعدی رو بزنید. الان برای هر دو تا مدل ما یه دونه تخم مرغ کافی بود، یعنی یه دونه سیب زمینی، یه دونه تخم مرغ. ولی قشنگ سعی کنید یه دستش کنید، یه دست که شد بریم رو گاز. به به، اول روغن رو بذارید داغ بشه. نگاه کنید چه خوب یه دست شده، قشنگ یه ملاقه. آها، این شکلی بره تو روغن. خب حالا اون دوتایی دیگه. چه بوی خوبی داره. کاری که الان باید بکنید اینه که صبر داشته باشین، یعنی حرارت رو کم کنید، چون اگر حرارت رو زیاد بکنید حتما میسوزه. حرارت رو کم بکنید، هر وقت دورش رنگش فرق کرد
برش میگردونیم. میبینید اینجاها رو میبینید رنگ عوض شده. آروم اینو بندازید زیرش. یک دو سه همش پاشید دو لباسا. یکی رو سعی میکنم که یکم وای نگاش کن اینه پنکیک شده. این هم دونه آخر. رنگاش رو ببینید چقدر قشنگه. این فقط نکتش حرارت کم میشه و صبر. آماده است؟ نگاش کنید. بذارید از اون بر بندازم که اون برش هم ببینید. میبینید چقدر خوشگله و یک دست. و اینم مدل سیب زمینی خام. چه خوشگله. به محض اینکه گذاشتمش رو جعفری، این کار باعث میشه که جعفری چون کوکوها داغن یک مقداری از عطرش رو میده به کوکو. چقدر بامزه است. بافتش رو با هم ببینیم و اینکه به من بگید که کدوم یکی از این دوتا رو انتخاب میکنید، درست میکنید، اصلا کدومش تو برنامه غذایتونه. خیلی خوشمزه جفتشون. بریم سراغ بافت این یکی که سیب زمینیش پخته است. نگاه کنید. ببینید. و اینم بافت بعدی. ببینید اینم این شکلی. اینی که سیب زمینی پخته داره یک مقداری تراکم بافتیش بیشتره، نرمتره، ولی یکی کم تردتره، ولی عالی از نظر مزه. امیدوارم که لذت برده باشید، مفید باشه براتون و خداحافظ.